درود بر شما. 138مین برنامه از برنامه‌های هر روز یک گوشه اختصاص دارد به گوشه عراق در افشاری. عراق که استاد برومند روایت کردن فقط اول شبی عراقه، بعدش یه گوشه نغمه میشه، بعد اشاره به قرائی داره و بعد هم در واقع فرود میاد در اکتاب بند مثل سایر اوجهای آوازها. و حساب برو من کرون گرفتن پردر ما قبل عراق و حساب لطفی بکار میگرفت حتی در افشاری. لالا استاد برومند کرون گرفتن، ما چون رفرنسمون در واقع سری استاد برومنده و ایشون استاد لطفی بود و صلاحیت داشتن تغییراتو بدن. یکی ریزه خب و اینا باید بیاد بیرون. من الان تریل نزنم، فقط ریز بزنم. خب فقط اون راستا باید بیاد بیرون. دا 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 یک دو سه در یک دو سه در یک دو سه. خب نباید این ریزا بشه تیری بشه. این نیست او تیری نه. از چپ شروع میشه بلبلش دیگه و بمول میشه در برگه بکنون که میشه. حملا رو گفتم، مزراب اول دراب راست، مزراب دوم چپ. چپ راست 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 چپ راست 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 راست. این هم نشه، اکسنت اونجا نیست، اکسنت اینجاست. اینجاست، در انتهاست. اگه اون چپ رو بخواین سنگین مندازین، آقا بوده بود یه مدتی مود بود همه تقلید استاد علیزاده رو میکندن، انقدر این سیما رو میکندن، خب انقدر این انگوشه رو جا به جا میکردن روی این سیما که اصلا صداهای مخدوش نمیتونستن کنسیشو. و الان هم بعد هم که استاد لطفی اومدن یادم مد شده داره تقلید استاد لطفی. استاد لطفی همیشه چپاشو نمیکوبه، دقت کنیم، چپا همیشه پرت نمیشه و به کوبیده بشه. چپ انواع اقسام داره. من حالا لزومی نداره در مورد نسبتم و رابطم و نیزم شاگردیم با استاد لطفی توضیح بدن، ولی من میدونم دیگه این قضیه رو، یعنی که هر جایی که چپ هست نباید بکوبی که بزن مثلا این نیست. هر چپی رو نباید پرت کرد بیرون. کوتاه کوتاه بلند، کوتاه کوتاه بلند.
اینجا اشاره به قرائی میشه. یک دو سه چار اینجا فرق اکسن در عوض میشه، این میگه که یک دو سه اکسنت اینه. حالا مزراب هرچی بدین، مزراب زینتی مختلف هرچی بدین، این اکسنت ها باید حس شه. این هم که میدونین این قراییه دیگه. انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت در نقش نگینی، چه خاصیت در نقش نگینی. مسیرش اینه، چه خاصیت در نقش نگینی، آره دره که فرود میاد در ماهور که اصل قرائی اینه. بنابراین اینجا در واقع اشاره به قرائی است. حرکت گوشه هزینه، اونطور ملودی تیپ هزین نیست، یعنی اینجا هزین هم میشه زد. ببین گوشه رو میزنم و خب اینجا افشاری در واقع تموم میشه و اگه عمری بود از فردا کورد بیات رو آغاز میکنیم که دیگه با تموم شدن کورد بیات هم کل آوازها تموم میشه، میمونه نوا و راست پنجگاه که اونم اگر عمری بود در خدمتون خواهم بود. عراق
تا فردا شاد و سرفراز آزاد باشید، پاینده باد ایران.